درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم در این دوشنبه 7 آذر 28 نوامبر. ایران در دستور کار نشست مشترک آمریکا و اروپا در واشنگتن، مقام‌های ارشد سیاسی و اقتصادی اروپا در وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید، شورای نگهبان مصوبه کاهش روابط ایران با بریتانیا را تایید کرد، جلسه سفیران اتحادیه اروپا در تهران و ابراز تأسف بریتانیا. احمدی نژاد میگوید کل مبادلات ایران با انگلیس 500 میلیون دلار و با اروپا 24 میلیارد دلار است. او میگوید دیپلماسی بسیار فعالی داریم و به غیر از اسرائیل و آمریکا با بقیه رابطه دوستانه داریم. برای گفتگو با آمریکا هم منعی نداریم. گزارش‌ها از ایران از لغو پرواز وزیر خارجه ایران به هلند به دلیل عدم صدور ویزای ترانزیت مجارستان حکایت دارد. و ایران جنگی نشان آمریکا می‌دهد که جنگیدن را یاد بگیرد. گفته‌های احمد وحیدی وزیر دفاع ایران. فرمانده هوافضای سپاه می‌گوید در صورت حمله اسرائیل جمهوری اسلامی سپر موشکی ناتو در ترکیه را هدف قرار می‌دهد. سی و پنج روز به آغاز انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در حزب جمهوری خواه، 8 کاندیدای جمهوری خواه که امیدوارند براک اوباما رئیس جمهوری دموکرات آمریکا را در انتخابات نوامبر 2012 شکست دهند، بر سر یک نکته اتفاق نظر دارند. هر 8 کاندیدا پرزیدنت اوباما را به کوتاهی در برخورد با ایران و عدم رسیدگی کافی به چالش‌های ناشی از جمهوری اسلامی ایران متهم می‌کنند. اما زمانی که بحث بر سر جزئیات سیاست مورد نظرشان در برابر ایران پیش می‌آید، تفاوت‌هایی آشکار می‌شود. کدام کاندیدای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضع درست‌تری در برابر ایران دارد؟ در پاسخ به این پرسش، کاربران فیسبوک افق تا این لحظه هرمن کین و مترامنی رو انتخاب کردن. به فیسبوک افق برید، با وجود تمام فیلترینگی که وجود داره و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. نگاهی بیندازیم در 7 پرده به رویکرد کاندیداهای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برابر ایران. نیوت گینگریچ خواستار تغییر رهبری ایران شد. با اتخاذ موضعی تندتر میتوان طی یک سال رژیم حاکم بر ایران را تغییر داد. انتقاد میت رامنی از سیاست باراک اوباما در قبال ایران. اگر من رئیس جمهور شوم ایران به سلاح اتمی دست نمییابد، اما اگر اوباما بماند چرا؟ هرمن کین، حمله ایران به اسرائیل را حمله به آمریکا می‌دانم. حمایت ریک پری از حمله به تأسیسات اتمی ایران. پری: آمریکا باید از آزادی‌خواهان سوریه و ایران حمایت کند. ران پاول: اسرائیل به ایران حمله نمی کند، اما آمریکا نباید اسرائیل را در حمله احتمالی به ایران کمک کند. ایران تهدیدی برای آمریکا نیست. میشل باکمن: پنتاگون باید طرح جنگ با ایران را فوراً آماده کند. عملیات مخفی و سایبری باید تشدید شود. جان هانسمن: تحریم‌ها مانع اتمی شدن ایران نمی‌شود. تأکید ریک سانتوروم برای حمله نظامی پیشگیرانه به ایران در صورت تولید سلاح اتمی در آن کشور. با
مهمانان امشب افاق آقای دکتر عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد، از مدیران پروژه دموکراسی ایران در مؤسسه هوور از پالو آلتو در کالیفرنیا، و آقای حسین خرم، یکی از مدیران کمیته مالی منطقه شمال غرب آمریکا، آقای میت رامنی، کاندیدای جمهوری‌خواه پیشتاز در نظرسنجی‌ها در رقابت‌های انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا از سیاتل در ایالت واشنگتن. به هر دوی شما درود میگیم، به افق خوش آمدید. آقای میلانی، بفرمایید که کدام یک از این کاندیداهای جمهوری‌خواه که بخشی از صحبت‌های اونها و نظراتشون رو شنیدید، نگاه و سیاست جامع و درست‌تری نسبت به روی کردی که پرزیدنت اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در قبال ایران تا کنون پیش گرفته ارائه میکنه؟ من فکر میکنم هیچ کدومشون، متاسفانه، و فکر میکنم از همه حرفی که خطرناکتر هست و جنبه تبلیغاتیش بیشتر هست و بعدها به گمان من مورد نقد بیشتری قرار خواهد گرفت، اون چیزیست که آقای رامنی گفت. آقای رامنی که میگه اگر من رئیس جمهور بشم ایران بمب نخواهد داشت و اگر اوباما بشه ایران بمب خواهد داشت، هم عملا ایران رو داره تهدید میکنه و هم عملا این تهدید رو میدونه خودش، اگر نمیدونه و از بدتره که این تهدید تو خالیست در شرایط فعلی، و در شرایط فعلی تنها راه حل مسئله اتم ایران به روی کار آمدن یک دولتی است در ایران که حاضر برنامه اتمی ایران رو شفاف بکنه و جهان رو با آسوده خاطری بیشتری اجازه بده که متقاعد بکنه که ایران بتونه برنامه‌اش رو ادامه بده. این نوع جنگ طلبی ها و مطالب دیگری که دیگر نمایندگان گفتن، به گمان من اصلا در تاریخ انتخابات آمریکا بی سابقه است. انتخابات آمریکا معمولا مسائل بسیار بسیار حساس سیاست خارجی از این نوع بازی های تبلیغاتی، و اینها واقعا حرفایی که تا به حال در مورد ایران زدن چیزی جز بازی تبلیغاتی نیست. این سنت وجود داشت که مسائل حساس سیاست خارجی رو از بازی های تبلیغاتی خارج نگه می داشتن. الان اوباما در یکی از حساس ترین لحظات تاریخ آمریکا داره با مسئله ای که به گفته خودش، به گفته آقای بوش، به گفته آقای کلینتون، به گفته آقای رامنی، به گفته آقای گینگریچ حساس ترین مسئله آمریکاست، باش درگیر هست. و اون وقت در یک چنین فضایی بعضی از نمایندگانی که واقعا اطلاعاتشون در زمینه خاورمیانه و بین المللی به غایت اندک است و هنوز محتاج درس گرفتن فراوان هستند از مشاورینشون، که امری طبیعی است البته، اون وقت اونها بیان در این چنین بحثی، چنین حرفای بسیار بسیار جدال برانگیزی بزنن، به گمان من حرف خیلی روش غیر مسئولانه ایه. پس بریم به آقای خرم ببینیم. آقای خرم که از کمپین آقای رامنی هستن، واکنششون چه هست؟ آقای میلانی شنیدید گفتن که این حرفا بسیار خطرناک، تهدیدهای توخالی هست. بشنویم واکنش شما رو نسبت به موازی که آقای رامنی به ویژه گرفته، بعد به دیگر کاندیداها میرسیم. بله، خیلی متشکرم. اجازه بدین خدمتتون عرض کنم که در مرحله اولیه انتخابات کاندیداهای ریاست جمهوری، جمهوری خواه و جمهوری خواهان انتخاب میکنن. توجه بکنید پیامی که کاندیداها در حال حاضر میدن، مخاطبشون جمهوری خواهان هستن. بنابراین نباید زیاد از این مسئله خورده گرفت. جمهوری خواهان هستن که این اشخاص رو انتخاب میکنن. به خصوص در مجادله سیاسی هفته قبل که ما داشتیم، این مجادله سیاسی در به دعوت American Enterprise Institute و Heritage Foundation که دو بنیاد محافظه‌کار هستن انجام شد. ولی اینو بعد ما همیشه در نظر داشته باشیم. مرحله دیگه‌ای که باید در نظر بگیریم که اینه که سقوط خیلی سریع دولت‌های برخی دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا مثل مصر و لیبی بود، که این دولت‌ها دولت‌های مقتدری به نظر می‌اومدن ولی در مدت نسبتاً کوتاهی سقوط کردن، و این یه پیام میفرسته به سیاستمداران آمریکا که دولت ایران هم برخلاف اون هیاهویی که داره ممکنه دولت استوار و مقتدری نباشه. مسئله سومی که باید بهش در نظر بگیریم اینه که آمریکا تونست با مخارج نسبتاً کمی، مبلغ 1.1 بیلیون دلار، به تغییر حکومت لیبی کمک بکنه. این تقریبا یک چیز حدود 1000 مخارجی بود که آمریکا در عراق و افغانستان کرده
و هنوز به طور مقتدر نتونسته ثبات در اون کشور رو برقرار بشه. بنابراین با باید نظر بگیریم این سه نکته نکاتی که هستن که این حرکات و این اعمال رو توجیه میکنن. در حال حاضر جمهوری خان به راحتی میدونن که عمل نظام چطور بگم یه برخورد سیاسی با برخورد نظامی با ایران بهترین راه ممکن نیست، ولی از این مسئله باید استفاده بکنن تو بتونن به مقاصد مختلفی که دارن برسن. مقصد اصلی جمهوری خان در حال حاضر انتخاب شدنشونه. هر کسی سعی میکنه خودش انتخاب بکنه، فن چون جناح به خاطر عکس العمل در سیاست‌های لیبرال و لفت آقای اوباما مرکز ثقل حزب جمهوری خواه به سمت راست یک مقدار تغییر یافته، بنابراین طبیعیه که یه مقدار از این پیام‌ها حالت سمت راست داره و یه مقدار از چطور بگم به شدت و خشونتش اضافه شده. ولی در نهایت من مطمئنم که وقتی که مراحل ابتدایی انتخابات تموم بشه و مراحل جنرال الیکشن یعنی انتخابات همگانه برسیم، تون صدای کاندیدایی که از طرف حزب جمهوری خواه انتخاب شده عوض میشه و تون منطقی تری خواهد بود، به طوری که سعی میکنن با مخالفین و افرادی که سعی میکنن حکومت ایران و حکومت دموکراتیک بکنن بیشتر همراهی بکنن و از اون جدال سیاسی مقدار کم بشه. آقای میرانی بفهمید نظر شما رو در مورد این استدلالی که آقای خرم کردن. این نکته که برای من خیلی مهم هست این که کاندیدایی که میاد مطالبی رو مطرح میکنه، آقای اوباما در دوره کاندیداتوریش خاطرتون هست بحث رابطه با ایران رو از ابتدا مطرح میکرد و بالاخره هم در دوره ریاست جمهوریش این کارو کرد، یعنی تلاش زیادی کرد که این رابطه برقرار بشه. آیا این قابل توجیه هست که حرفای کاندیداها بزنن و بعد در دوره ریاست جمهوریشون بهش عمل نکنن؟ من مطمئنم که اگر دفتر انتخاباتی آقای رامنی مطالب دوست عزیز ما رو بشنون حتما فوری اون رو تکذیب خواهند کرد. اگر اونها بشنون که آقای رامنی به اقتضای جایی که نشسته، اگر در میون محافظه‌کاران نشسته حرف محافظه‌کاری میزنه، اگر در میون لیبرالان نشسته حرف لیبرالی میزنه، اونها اون وقت دقیقاً اون چیزی رو ثابت کردن که مخالفین رامنی میگن. مخالفین رامنی میگن که رامنی هیچ اصلی رو پابندش نیست، هر حرفی رو برای انتخاب شدن میزنه. در دوران فرمانداریش یکی از بهترین و مترقی ترین قوانین بهداشتی آمریکا رو در ماساچوست روی کار آورد، به راه انداخت، ولی الان در تمام دوران فعالیت انتخاباتیش داره سعی میکنه بگه من نبودم کسی دیگری بود. این فقدان اصول چیزی نیست که کاندیداتوری آقای رامنی رو پیش میبره. من فکر میکنم اگر همونطوری که عرض کردم از خود آقای رامنی بپرسن حتما منکر این خواهد شد. منتها متاسفانه باید بگم این حرفی که ایشون میزنن درسته. مرکز ثقل حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه به گمان آقای رامنی و به گمان خیلی ها الان در دست یک اقلیت محافظه‌کار مذهبی است و گمان آقای بوش در دور اول انتخاباتش این بود، گمان آقای رامنی الان این هست، گمان نوت گینگریچ این هست، گمان کین این هست. این که هر کی بتونه این کلیساها رو به دست بیاره، این کلیساهای مرکز آمریکا رو به دست بیاره، حزب جمهوری خواه رو به دست خواهد آورد. ولی سیاست آمریکا الان در طرف دیگری داره حرکت میکنه. سیاست آمریکا این نوع افرادکاری ها رو به نظر من اصلا شایسته و ممکن و مطلوب نه.